بنا به خدا در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل، میل دیدن هر کی دارد در سخن بیند مرا. شاگردای عزیز و خوبم سلام، امیدوار استم خوب باشین. خوشحال استم که توصیه ها و نکات بهداشتی را مراعات میکنین. امیدوار استم که مواد درسی مثل کتابچه، قلم و کتاب در نزدتون باشه، تا اگر به مشکل برخوردین از میتونین که مشکلات خود از درسی که برتان را همیشه حل کنین. خب امروز ما بر شما دری صنف هفتم، یعنی صنف هفتم مضمون دری، موضوعش زیب نسا متخلص به مخفی، هدفش شما تا آخر ساعت درسی مهارت‌های اساسی زبان درک کنین و ضمیر را در متن درس شناسایی کنین و همچنان با شاعران دریگوی علاقه و آشنایی پیدا کنین. این موضوعی هدف درس ماست. صفحه درس از 73 الی 78 است، تقریبا 6 صفحه میشه که من امروز 3 صفحه برای شما درس میتام در مورد ضمیر و در مورد شناسایی با شخصیت معروف ادبیات دری زیب نسا مخفی. خب پیش از این که درس نو شروع کنم از شما یک چند سوال دارم. آماده هستین سوال ما جواب بتین؟ بسیار عالی، بسیار عالی، وانه همه گیدستای خود بالا کردن، بسیار عالی. خب درس گذشته ما چی بود؟ آفرین صفت، آفرین صفت، بسیار عالی. کسی گفته میتونه یک جمله در مورد صفت؟ آه بسیار عالی مدیه جان، تو گفتی؟ آفرین، چی جمله خوبش. میگه که مدیه جان چی گفتی؟ پروانه، آفرین، پروانه یک دختر لایق هست. گفت که پروانه چی هست؟ یک دختر لایق هست. پروانه یک دختر چی است؟ لایق است. خب پروانه یک دختر لایق است. لایق چی است؟ صفت. بسیار عالی است، گفتن لایق صفت است. خب پروانه چی است؟ اسم گفتین، آفرین، پروانه اسم است. خب پروانه چرا لایق است؟ چرا پروانه لایق است؟ چی میکنه؟ آفرین، پروانه هر روز کارهای خانگی خود اجرا میکنه. پس جمله خود ادامه میتیم، میگیم که او، ایواز پروانه نشته میکنیم، او هر روز کارهای خانگی خود را اجرا میکند. بسیار عالی. خب ده او ایواز کی آمده در این جمله؟ ایواز کی؟ ایواز پروانه. بسیار عالی، اینجا پروانه را ناوردیم، ایواز شعور استفاده کردیم. او را میفهمین چی میگه در دستور زبان دری؟ اوهای ما براتون میگم اینمی، او به نام چی یاد میشه؟ به نام ضمیر یاد میشه. در ادبیات دری ایره چی میگن؟ ضمیر میگن. بسیار عالی. خیلی درس امروز ما چی است؟ درس امروز ما ضمیر است و معرفی یکی از شاعرای بسیار مشهور زبان دری کی هست؟ زیب نسا مخفی، که ایره ما و شما یک جای با هم میخوانیم. چون این درس زیاد است، ما نصف درس امروز میخوانیم، نصفش فردا. قسمه که گفتیم ضمیره، ضمیر گفتیم کلمه ای بوده که به جای چی میامده؟ کلمه بوده که به جای چی می آمده؟ به جای اسم می آمده. اینجا دیدین که او ایواز به ایواز چی آمد؟ پروانه آمد. پس ضمیر کلمه ای هست که به ایواز اسم در جمله یا متن استعمال شده و از تکرار چی اسم در جمله و متن جلوگیری میکنه. حال ما در اینجا می خوانیم در چند جمله که شناسایی کنیم ضمیره که در کدام قسمت جمله آمده. در جمله اول ببینین، به جمله اول ببینین،
مخفی در اشعار خود به داستان‌های عاشقانه لیلی و مجنون اشاره‌های مکرر داشته است. خب در این جمله کلتان خواند این جمله را، کی برای ما میگه که در این جمله ضمیر کدام است؟ نشان داده میتونید این ضمیره؟ بسیار عالی، ضمیر در اینجا چی است؟ گفتن اشعار خود. خود چی است؟ ضمیر است. آفرین. جمله دوم میخوانیم. او در سال 1048 هجری قمری در هندوستان به دنیا آمد. در جمله دوم میتونین ضمیر به من نشان بدین که واژه ابن سا استعمال شده باشه؟ آفرین، او، یعنی او مقصدش از ابن ساست. بسیار خوب، او چی است؟ او ضمیر است. خب میخوانیم شعری که در شماره سوم نوشته شده. دختر شاهم ولیکن رو به فقر آورده ام، زیب و زینت بس همین است، نام من زیب نساس. بیروی تو کونین به یک جو نستانیم، بی جلوه اصن تو مرا هر دو سرا هیچ. ببینین در اینجا گفته، در جمله اول کسی گفته میتونه که در اینجا ضمیر است یا نیست؟ میتونین بگوین که ضمیر در اینجا هست یا نیست؟ در کدامش؟ در مصرع دوم. آفرین، در مصرع دوم. من چی هست؟ ضمیر است. خب میبینیم که در سطر دومش، مثلا در شعر، در خط دومش میریم که در خط دوم شعر نوشته شده بیروی تو کونین به یک جو نستانیم، بی جلوه اصن تو مرا هر دو سرا هیچ. در اینجا میتونیم بگیم که کدام است؟ آفرین، گفتین تو، مخاطب قرار داده تو، نه؟ خب بی جلوه اصن تو، اینجا تو آمده، چی است اینا؟ ضمیر است. قسمی که براتون گفته در کتاب در جمله های بالا او را در اینجا پیدا کردیم. او، منم شما پیدا کردین، اینه، و دیگه خود، خودم گفتین هینه، در اینجا هست، تو هم در اینجا آمده، اینا چی هستن؟ ضمیر نامیده میشن. خب، پس ضمیر چطور تعریف کنیم؟ پیشترم براتون گفتم، در کتابم تعریف کرده، ضمیر کلمه ای که جانشین اسم میشه و از تکرار اسم جلوگیری میکنه. ببینین در اینجا یک جمله آمده، ایره ما میخوانیم. پرویز ناهید را دید و به او گفت. پرویز ناهید را دید و به او گفت. در اینجا ایواز ناهید چی آمده؟ او آمده؟ بسیار خوب. پس او چی است؟ ضمیر است. آفرین. او ضمیر است. یعنی ایواز ناهید که اسم است آمده. خب. همچنان ناهید در اینجا در زبان دری ناهید مرجع ضمیر هم میگن. همین خود ناهید چی میگن؟ مرجع ضمیر میگن، به خاطر که در این مورد گپ میزنه، یعنی او مربوط به ناهید است، نه؟ ناهید در اینجا مرجع ضمیر گفته میشه. خب مثلا پرویز ناهید را دید و به او گفت، ناهید مرجع و او ضمیر. ما چند جمله را در اینجا امرای شما کار میکنیم و شما متوجه باشین که جملات خودتان برای ما بگوین که در کدامش ضمیر است، کدامش مرجع ضمیر است. احمد یک پسر باهوش است، او هر روز مطالعه میکند. خب در اینجا ضمیر کدام است؟ او. آفرین، او ضمیر است. مرجع ضمیر کدام است؟ احمد. بسیار عالی. احمد یک پسر باهوش است، نه؟ او مرجع ضمیر، او هم ضمیر است. حوریه و ثریا به مکتب می روند، آنها شاگردان وقت شناسی هستند. خب کی در مکتب می رفت؟ حوریه و ثریا. ایوازشان چی آمد؟ ضمیرشان که آنها می شه. خب حوریه و ثریا چی هست؟ حوریه و ثریا هر دو مرجع ضمیر است. فهمیده شد؟ بسیار عالی، بسیار عالی شاگردای عزیز. کلتان یاد گرفتین، جوابای مناسب دادید، درس با ما یک جای پیش بردین. حالا ما درباره زیب نسا میخوانیم که زیب نسا در کجا تولد شده و اشعار زی چی رنگ و بویی داره. راجع به ای ما متن میخوانیم و در اون متن ما جایی که ضمیر آمده او را چی میکنیم؟ نشانی میکنیم. خب ما براتان میخوانم متن، شما گوش کنین، در کتابای تانم
در کتابایتان هم هست، میتونین از روی کتابایتان گوش کنین یا اینجا ببینین. درس چی است؟ 16 است. موضوع درس ما زیب نسا، یعنی تخلصش مخفی. دختر شاهم ولیکن رو به فقر آورده هم، زیب و زینت بس همینم، نام من زیب نساست. زیب نسا بیگم متخلص و مخفی، یکی از زنان شاعر و معروف زبان و ادبیات فارسی دری است. او در سال 1048 هجری قمری در هندوستان به دنیا آمد. پدرش اورنگزیب از شاهان بزرگ سلسله گرگانیه هند است. خب یکان موضوعات به اینجا برتان تشریح میکنم. گرگانیه یا تیموریان از جمله چی از سلسله های ترکی هست که ای چی شده نام تیمورم به نام گرگان مشهور است. مخفی آموزش های نخستین را از محضر بانو حافظه مریم فرا گرفت و قرآن کریم را حفظ کرد. سپس نزد ملا سید اشرف مازندرانی با آموزش ادبیات دری، عربی و تمرین خط پرداخت و نگارش انواع خط فارسی دری را به وجه نیکو فرا گرفت. زیب نسا در 21 سالگی به شعرگویی آغاز کرد و واژه مخفی را به عنوان تخلص شعری خود گزید. او در قصر خیش کتابخانه بزرگی داشت و آن را به دسترس علاقمندان قرار میداد. او همواره علما و شعرا را با دادن جوایز تشویق میکرد که به همت و حمایت وی کتب متعددی از سوی دانشمندان علوم انشا و تألیف شده است. مخفی با دشواری های زیادی روبرو شد، چنان که شعر گفتن را از پدرش پنهان میکرد و مدتی هم مورد سرزنش او قرار میگرفت. مخفی در قفس طلایی دربار با سرایش شعر تسلی خاطر مینمود و حتی تا پایان عمر مجرد زندگی نمود و هرگز همسری به خود انتخاب نکرد. مخفی شاعر مدیحه سرا و نهایت هوشمند و با استعداد بود. در مشاعره ها و بدیه گویی از دیگران پیشی می گرفت، چنان که روز خادمش آینه نفیسی را نزد او می آورد که اتفاقا آینه بر زمین می افتد و می شکند. او می گوید، منظور او امو کنیز است، از قضا آینه را چیگنی شکست. و زیب نسا فورا پاسخ می دهد، خوب شد، اسباب خودبینی شکست. در اینجا چینی منظور از امو کنیز کی هست؟ زیب نساست که نامش چینی بوده. مخفی در اشعار خویش از شعرهای متعدد پیروی نموده، ولی از همه به حافظ تمایل و گرایش بیشتر نشان داده است. او در اشعار خود به داستانهای عاشقانه لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین اشاره های مکرر داشته و از داستان یوسف و زلیخا بارها در اشعار خود یاد کرده است. اشعار مخفی بیشتر جنبه عاشقانه داشته و گاهی هم رنگ عارفانه را به خود گرفته است. مجموعه اشعار او به بیش از 4000 بیت میرسد که در قالب‌های مختلف شعر ارائه شده است. او در سن 65 سالگی در شاهجهان دهلی وفات کرده است. خب بسیار عالی، ما متن خواندیم. حال جایی که مثلا در او چی آمده، ضمیر آمده نشانی میکنیم. ببینین، گفته دختر شاهم ولیکن رو به فقر آورده هم، زیب زینت بس همینم، نام من زیب نساس. در اینجا در کجاست؟ در شعر امی من چی هسته؟ چی هست؟ ضمیر است. خب در خط دوم میبینیم در اینجا هست؟ در خط دوم ما کدام ضمیر داریم؟ نیست؟ خود در خط دیگیش میبینیم که هست یا نیست؟ او چی است؟ ضمیر است. خود دیگه در کجا هست؟ ببینین شما بخوانین در کجا هست؟ میتونین ببینین؟ میتونین ببینین در اینجا هست؟ بخوانین از روی تخته یا در کتابتان ببینین؟
خب یعنی اینجا بسیار عالی نشان دادین. خب دیگه در کجاست میتونین نشان بتین؟ در خط چندم؟ در این خط؟ بسیار عالی. او چی هسته؟ زمیر است. بسیار عالی. خب دیگه بخوانین در کجاست؟ نشان داده میتونین؟ شاگردا متوجه باشین نشان داده میتونین که در کجا هست زمیر؟ ای چی هسته؟ او زمیر است نه؟ خب بسیار عالی. او میگوید در اینجا او هم چی هسته؟ زمیر است. شاگردای عزیز این متن شما یک بار دیگه هم در کتابایتان بخوانین و در جایی که ضمیر آمده او را با قلم پنسل دورش حلقه کنین. باز روز دیگه بخیر من میبینم. خب درس امروز ما و شما در مورد چی بود؟ در مورد ضمیر بود که ما ضمیر را خواندیم و در متن ها نشان دادیم و کارم کردیم در جملات شما کلتان جواب دادین. و درباره دیگه چی کی بود؟ درباره معرفی ذیب نسا بود که ذیب نسا چی بود؟ یکی از شاعرای چی پرهاوازه و مشهور زبان و ادبیات دری بود که در کجا تولد شده؟ در هند تولد شده و همچنان چقدر بیت ای داره؟ تقریبا 4000 بیت ذیب نسا سروده در دیوانش است. و او تا آخر عمر مجرد بود، عروسی نکرد و همه عمر خود در رای ادبیات گذران و در سن چند سالگی 65 سالگی وفات کرد، در دهلی دفن شد. خب اینا را خواندین دیگه بس. ما و شما کار خانگی ما چیست؟ کار خانگی ما شما ضمیر خواندین، هر یکتان دو جمله بسازین که در او هم ضمیر بر من نشان بتین و هم چی مرجع ضمیر نشان بتین. باز روز دیگه بخیر من او را میبینم. خب این بود درس امروز ما. امیدوارستم که درس یاد گرفته باشین و درس دوباره در خانه باز از روی کتابایتان بخوانین و تا موضوعات خوب درک کنین و همچنان در درس آینده هم آمادگی داشته باشین. تا درس آینده خدا حافظ و نگهدارتان.